سلام، توی این ویدیو کلن میخوام یه کمی از حال و هوایی که این چند وقت داشتم بگم و اینکه در نهایت چی کار کردم تا یه کمی بتونم بهتر بشم و بتونم با این موضوع کنار بیام. همه ما خب تقریبا الان داره یک ماه میشه که خبر فوت مهسا امینی رو شنیدیم و اتفاقاتی که تو ایران داره میفته و واقعا هر آدمی فارغ از اینکه اصلا مذهبی باشی غیر مذهبی باشی چه اعتقاد سیاسی داشته باشی، به نظرم این موضوع خیلی دردناکه و یه قضیه انسانیه. یعنی کافی انسان باشی، انسانیت تو وجودت باشه تا حالتو به هم بریزه این قضیه. خب اخبار و فضای مجازی الان خیلی داغه تو این موضوع. شما اینستاگرام برید، هر جا که برید در مورد این زمینه مطلب میخونید و اتفاقی که برای من که مخصوصا ایران نبودم اتفاق میفتاد این بود که چون حجم زیادی موضوع ناراحت کننده و واقعا استرس آور به هم منتقل میشد و بیشتر عصبی میشدم. این داشتم یه عصبانیتی رو تجربه میکردم که تا حالا این حجم از عصبانیت رو اصلا تو خودم ندیده بودم و هیچ راهی هم برای این نبود که من بتونم این عصبانیت هم رو بروز بدم و در نهایت حس کردم که داره جای بدی تخلیه میشه. یعنی باعث شده که کلن کار و زندگیم تعطیل بشه از کارهای روزمره و اون مثلا پروژه هایی که ددلاین داشت باید تحویل میدادم از اون عقب بیفتم و اون روتینه و اون روتینی که برای خودم ریخته بودم کاملا رو هوا باشه و هیچ اتفاق خوبی هم برای ایران امیدم این بود که یه خبر خوب بشنوم، یه حالت امیدوار کننده ای بهم دست بده، ولی هیچ. یعنی همینجوری داشت رو به بدتر و بدتر شدن میرفت، همینجوری تعداد کشته ها، تعداد خبرهای بد داشت بیشتر میشد و یه جور تصمیم گرفتم که اگه من بشینم تا یک سال دیگه احتمالاً این اخبار رو دنبال کنم فقط ناراحتی و استرسه و این عصبانیت هم فکر میکنم که مثلا عصبانیه و اتفاقی نمیفته. نه، روی یه کسی که نباید خالی میکنم، مثلا روی مامانم خالی میکنم، روی اطرافیان نزدیک خودم ممکنه که ترخاشگری و عصبیت هم به اونا برگرده. تصمیم گرفتم که بشینم منطقی فکر کنم که الان چجوری میتونم خودم رو آروم کنم بعد از اینکه خب دیگه 3 هفته 4 هفته عزاداری تو کردی، عصبانیت تو داشتی، الان دیگه وقتشه که یکم منطقی تر فکر کنی، هیجاناتو تجربه کردی. گفتم تنها راهی که میتونم یک کمی آروم بشم اینه که بیام اطلاعاتمو ببرم بالا و یه کاری کنم که حداقل بگم من فاطمه اگه که یه روزی قرار باشه که به عنوان یه فرد از جامعه ایران شناخته بشم، من اون اشتباهاتو تکرار نکنم و یه دیدی داشته باشم که حداقل بتونم انتخابای درست داشته باشم. حداقل اگه یه جایی نظر من ملاک بود یا مثلا من میتونستم رأی بدم یا میتونستم نظری بدم، اون نظری باشه که بهترین نظر خودم باشه و تلاشم بکنم که آگاهانه باشه و از روی هیجان و اینها نباشه. دیدم که واقعا هستن جامعه شناسایی که بالاخره درسشو خوندن، تحصیل کردن تو این زمینه و اطلاعاتشون خیلی بیشتر من نوعیه که فقط دارم اخبار رو دنبال میکنم و خیلی عمیق‌تر من دارم مسائل رو میبینم و چه واسه مال الان هم نباشه، مثلا 10 سالی که دارن توی این زمینه تحقیق میکنن و دارن با صدای بلند فریاد میزنن آقا این درد رو ما داریم. تا اینکه با آقای محمد فاضلی توی این جریانات آشنا شدم و صداش به گوشم رسید، قبلا اون حقیقتا نشنیده بودم در موردشون و متوجه شدم یه پادکستی دارم به اسم دغدغه ایران که توی این پادکست که الان 71 اپیزود اومده بیرون تا این لحظه ای که من ویدیو رو ضبط میکنم دارن در مورد مسائل ایران حرف میزنن و توی هر اپیزود یه کتابی رو معرفی میکنن یا یه مقالهی رو معرفی میکنن و میان بر اساس اون مثلا یه خلاصه میگن و نظر خودشون هم خیلی کمتر میگن. یعنی من چند تا اپیزودی که گوش دادم اینجوری بود که به عنوان راوی میومدن مطالب رو میگفتن و اتفاقا شروع اپیزود 1 خلقیات ما ایرانی هاست که در مورد این صحبت کرده بود که ما ایرانی ها چه از نظر فردی چه ویژگی هایی داریم که باعث شده توسعه نیافته باشه ایرانمون و اصلا موضوع امروز و دیروز نیست، از زمان شاه های قاجار ما این مشکل رو داشتیم تا به همین امروز و وقتی که میریم و اون ویژگی ها رو در میاریم و توی این پادکست گفتن یه چند تایشون رو و از کتاب خلقیات ایرانیان محمدعلی جمالزاده استفاده کردم توی این اپیزود،
میبینید که واقعا شاید هر کدوم از ما خودمون هم این ویژگی‌ها رو داشته باشیم. یعنی ما داریم میگیم که آقا جمهوری اسلامی دیکتاتور نباش، ولی آیا من فاطمه دیکتاتور نیستم؟ آیا اگه که آیا استادی که توی دانشگاهه دیکتاتور نیست؟ یعنی اگه ما یه قدرتی داشته باشیم آیا واقعا میتونیم نظرات مخالف خودمون رو بپذیریم؟ آیا احساس خطر نمی کنیم با شنیدن مخالفت؟ و حالا این کوچکترین چیزاشه، آیا تصمیماتمون عقلانیه تو زندگی؟ آیا روی موجای هیجانی سوار نمیشیم؟ چقدر مطالعه داریم؟ چقدر بر اساس تعصب تصمیم گیری میکنیم؟ و همه این چیزایی که الان ما شاید به عنوان معترض داریم به جمهوری اسلامی اینا رو میگیم، شاید واقعا اگر که خودمونم توی جایگاه جمهوری اسلامی قرار بگیریم خیلی شرایط فرقی نکنه. در نهایت آقا ما قراره فردای ایران رو بسازیم، یا اصلا فکر کن جمهوری اسلامی محو شد از صفحه تاریخ، ما الان میخواییم یه حکومت دیگه ای و ما آدمایی که معتقد بودیم اون عمل کردش اشتباه بسازیم. چه چیزی پیش رو مونه؟ واقعا چه چیزی پیش رو مونه؟ میگم من توی گروه هایی که افراد مخالف هستن و هممون معترضیم اینه هم میبینم که ما توی جامعه کوچیک هممون معترضیم، اون ویژگی‌ها رو خودمون هم داریم. یعنی خودمونم نمیتونیم واقعا نظر مخالفمون رو تا بیاریم، خودمونم شایع پخش میکنیم، خودمونم به هر چیزی که احساسمون اون لحظه دوست داره بشنوه اعتماد میکنیم و اونو درست میگیم و کاری به این نداریم که چی واقعا درسته. و میگم من حس میکنم که درسته که حاکمیت خیلی تأثیر گذاره، ولی الان چیزی که من که حاکمیت رو هم نمیتونم کاری براش انجام بدم، ولی میتونم روی خودم یه تأثیری بذارم و حس این که آقا من دارم علیه این جریانی که حالا به نظرم ظلمه و به نظرم اشتباهه دارم خودم رو میسازم و یه حرکت رو به اصلاحی ایجاد میکنه و همین منو یکم آروم میکنه و اون عصبانیت رو یکمی ازش استفاده مثبت یه جورایی کردم. حالا ممکنه که شما بگید آقا این پادکست خوب نیست یا هر چی، اوکی بیاین به من معرفی کنید توی کامنت ها هر پادکست یا هر کتاب حتی که به نظرتون الان ما ایرانی ها باید بخونیم تا اشتباهات قبل رو تکرار نکنیم و آدمایی بشیم که درستر عمل کنیم. ممنون میشم که اگه این ویدیو رو دیدید حتما نظرتون رو حتی اگه مخالفه به هم بگید و بیاین ما هم در مورد این زمینه صحبت کنیم. و به نظرم گفتگو کردن هم یکی از چیزاییه که ما خیلی نیاز داریم یادش بگیریم، مخصوصا با مخالف. برای همین خیلی خوشحال میشم اگه اتفاقا نظر مخالف با من دارید حتما بیاین بهم بگید و با هم در موردش حرف بزنیم. ممنون که ویدیو رو دیدید. اگر که حس میکنید که ویدیو مفید بود و ممکنه که به دوستاتون، کسایی که هممون این حالو داریم، کمک بکنه و بتونیم یک گروهی بشیم و یک کار مفیدی بکنیم، ممنون میشم که ویدیو رو با اونها به اشتراک بذارید و امیدوارم که خبرهای خوب بشنویم و خوب همه چی پایانش خوب باشه.